در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. دیدار وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و افغانستان در حاشیه نشست کشورهای عضو ائتلاف علیه داعش. تازه ترین جزئیات از تعهدات تازه واشنگتن به کابل. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مصمم است تا داعش را در افغانستان نابود سازد. مصاحبه اختصاصی با سخنگوی ناتو در افغانستان و بررسی تهدیدات تازه داعش علیه چین و اتباع آن کشور در کشورهای شرق میانه. سلام، احمد شرزیا هستم. به برنامه خبری امروز چهارشنبه 22 ماه مارچ سال 2017 میلادی که به گونه مستقیم از صفحات فیسبوک آشنا نیز نشر میشه خوش آمدید. خبرها را با تازه ترین خبر در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به واشنگتن و انکشافات اطراف سفر ارشد ترین دیپلمات افغانستان در واشنگتن آغاز میکنیم، اما در بخشای دیگر گزارش‌های تازه از منطقه و جهان را نیز جا داده‌ایم که امید است تا پایان ما را همراه باشید. دوستا، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با ریکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در واشنگتن ملاقات کرد. جزئیات بیشتر از موارد بحث دو طرف تا کنون مشخص نشده، اما وزیر خارجه افغانستان روز گذشته از ایالات متحده خواسته بود تا سربازان اضافی برای کمک در مبارزه با طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش به افغانستان بفرستد. وزیر خارجه افغانستان جهت ملاقات با مقام های ارشد ایالات متحده و اشتراک در کنفرانس وزرای خارجه 68 کشور عضو ائتلاف بین‌المللی ضد گروه داعش به شهر واشنگتن دی سی آمده. این نشست که قرار است تا لحظات بعد در وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن تدبیر یابد و هدف آن تسریع تلاش های بین‌المللی برای شکست دادن داعش در مناطق تحت کنترل آن در عراق و سوریه و تضعید فشار بر شاخه ها و گروه های وابسته به داعش مثل افغانستان خوانده شده. جزئیات بیشتر در مورد این کنفرانس را از همکارم سید عزیز الرحمن که همکنون از جلب امارت کنگره ایالات متحده در برنامه با ما هستن جویا میشیم. عزیز جان سلام بر شما. قبل از موضوع نشست، یعنی نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی ضد گروه داعش، میشه از شما بپرسم که وزیر خارجه افغانستان چی ملاقات هایی داشتن و بحث اساسی خارج از بحث کلی امروز در واشنگتن در اطراف سفر وزیر خارجه افغانستان چی بودن؟ آقای ضیاء، تا هنوز که در دو روزه که ملاقات هایی را که آقای ربانی با مقامات ارشد امریکا داشته، شامل ملاقات با مشاور امنیت ملی کشور است، با جنرال مکماستر. در این ملاقات جنرال مکماستر برای وزیر خارجه افغانستان اطمینان داده که روابط و همکاری میان ایالات متحده و افغانستان بر اساس همین موافقتنامه مشارکت استراتژیک بین دو کشور ادامه خواهد داشت و گفته که اداره آقای اوباما کمیت و کیفیت روابط و همکاری های هر دو کشور را بررسی میکنه یا در حال بررسی است از طرف از اداره و اطمینان داد که ایالات متحده از افغانستان با حمایت خود ادامه خواهد داد. در کنار ملاقات با مکماستر، آقای ربانی همچنان با یکی از اعضای کانگرس دیروز ملاقات داشت، ولی در کنار از این ملاقات های خود دیروز در شورای اتلانتیک یا نهاد تحقیقاتی موسوم به اتلانتیک کانسل یک سخنرانی داشت. در این سخنرانی آقای ربانی از ایالات متحده خواست تا به افغانستان عساکر اضافی را بفرسته و از پیشنهاد جنرال نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، حمایت کرد. جنرال نیکلسن چند وقت قبل که به واشنگتن آمده بودند، اینجا در کانگرس گفتند که ما باید، یا از امریکا خواست که باید به افغانستان نیروهای اضافی را بفرسته تا امو کمبودی ها و کمبودی هایی که در نیروی افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان وجود داره او را باید تکمیل کنند. در کنار از اینا، یکی از اعضای کانگرس به نام آدم کنزینگر که صدای امریکا با اونا یک مصاحبه داشته، اونا هم از
هم از جنرال نیکلسن و هم از آقای ربانی پشتیبانی کرده سخنان از اینا و گفتند که ما باید یا آمریکا باید با افغانستان هر آن چیزی را که افغانستان ضرورت داشته باشه، اگر فرستادن نیروی اضافی باشه یا آموزش دهی نیروهای امنیتی افغانستان باشه و یا هر چیز لوجستیکی دیگه که باشه، باید از اونها ما حمایت کنیم و امرای افغانستان استاد باشیم. ما امی سخن آقای کنزینگر دارم که از امکای تکنیکی خود میخوایم که نشر کننش. If Afghanistan falls, we are. اگر افغانستان سقوط کند، ما یک افغانستان قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را خواهیم داشت و ما حضور خود را یک بار دیگر در آنجا خواهیم دید. فکر می کنم اگر ضرورت به فرستادن سربازان و نیروی هوایی اضافی باشد و یا اگر ضرورت به آموزش دهی بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر در آن کشور باشد، باید انجام دهیم. مردم افغانستان دلیرانه می جنگند. آنان سربازان بیشتر از تصور تلفاتی که ما در این جنگ داشتیم از دست می دهند. اما ما باید با آنان هر آن چیزی که ضرورت دارند انجام دهیم. عزیزان، ما در مورد بحث ممکن بین وزرای خارجه افغانستان و ایالات متحده هم از شما پرسش خود داشتم، اما پیش از او نشست و یا هم کنفرانس وزرای خارجه 68 کشور عضو ائتلاف بین المللی ضد گروه داعش چگونه در موردش بحث شده؟ در واشنگتن اهمیت این نشست تا چه حد برازنده تجلا داده شده و یا هم بر جهان این تا چه حد مهم خوانده شده؟ آقای ضیا، تحلیلگرایی را که صدای امریکا با اونا مصاحبه داشتن، اونا ایتور میگن که این نشست برای جهان این اهمیت را داره که نشان میده که جهان هنوز هم به خاطر نابودسازی گروه داعش جدی است و در مبارزه خود قاطع است. برای امریکا اهمیتش دایی است که نابودی یا شکست داعش از آغاز مبارزات انتخاباتی تا امروز یک از شعارهای مهم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است و برای اهمیتش است که نشان می‌ده که رئیس جمهور ایالات متحده هم به خاطر تطبیق این شعار خود و به خاطر شکست دادن گروه داعش قاطع است و جدی است. باید بگویم که این نشست امروز در واشنگتن دایر میشه و تا لحظات بعد البته آغاز میشه. در این نشست تمام 68 عضو ائتلاف ضد داعش در این اشتراک دارند و دیروز هم ما کاتای مارک چونر سخن مصاحبه که داشتیم اونا گفتن که برای وزیر خارجه امریکا مهمتر است، به خاطر از اینکه وزیر خارجه امریکا کسی است که از لحاظ سیاسی سابقه زیاد نداره یا هیچ نداره و این بار اول است که با وزرای خارجه 68 کشور جهان ملاقات میکنه. در مورد اهمیت از اینا ما به سخنان مارک تونر از همکارای تکنیکی خود میخواییم که اونا را به دست نشر بگیرن. نخست از همه این یک فرصت ارزیابی برای اداره جدید است که ما در کدام مرحله قرار داریم و برای پیشرفت چی میخواهیم انجام دهیم. من فکر میکنم که وزیر خارجه با عقاید و مشی و دید تازه روی این که چگونه داعش را شکست داد در آن شرکت خواهد کرد. بیننده های عزیز، قسمی که در آغاز شنیدین صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده دقایق قبل ملاقات کردند، لیکن تا هنوز ما جزئیات را نداریم، لیکن وعده برتان میتیم که جزئیات از این ملاقات را و جزئیات اشتراک آقای ربانی را در نشست امروز کنفرانس 68 کشور عضو ائتلاف داعش ضد داعش در واشنگتن، این جزئیات را ما در صفحات اجتماعی و به می ترتیب در برنامه های رادیو هم داری و هم پشتو به شما تقدیم میکنیم. آقای زیا، سپاس از شما عزیز جان، بقیه روز خوش. نیروهای آمریکایی ناتو در افغانستان میگویند در سال 2017 گروه داعش را در افغانستان شکست خواهند داد. بل سالیوان، سخنگوی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، در یک مصاحبه ویژه با تلویزیون آشنا صدای آمریکا اضافه کرد که سال روان خورشیدی سال پرازمون برای نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. بهار آغاز شد. آیا فکر میکنید که امسال طالبان عملیات‌های بهاریشان را قوی‌تر راه‌اندازی کنند؟
درباره آغاز فصل بهار و در کل سال 2017 میلادی باورمان این است که امسال یک سال پر از دشواری ها خواهد بود. اگر نگاهی به سال 2016 میلادی بیندازید، قوای افغانستان مورد آزمایش قرار گرفتند و آنان در دفاع از مراکز ولایت های موفق بودند که گروه طالبان 8 بار بر آن حمله کردند و نیروهای امنیتی افغان هر بار بر طالبان غالب شدند. باور ما این است که در مقایسه با پایان 2016 میلادی نیروهای امنیتی افغان در سال 2017 میلادی قوی تر هستند. امسال یک سال پرچالش خواهد بود، اما نیروهای افغان موفق خواهند بود و ما در کنار آنان به حیث شریک باقی خواهیم ماند. وزیر خارجه افغانستان در نشست کشورهای ضد داعش در واشنگتن شرکت می کند. فکر می کنید که داعش امسال اراضی بیشتری را در افغانستان اشغال خواهد کرد؟ Our goal in 2017 is to defeat. هدف ما این است که در 2017 میلادی داعش را در افغانستان شکست دهیم. جنرال نیکلسون گفته است که دو راه برای مقابله با داعش وجود دارد. یکی ماموریت یک جانبه مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده بر ضد گروه های دهشت افغان مانند داعش است که به نام گارد عملیات آزادی یاد می شود که از طریق آن بر ضد گروه های دهشت افغانی مثل داعش عملیات را به تنهایی انجام می دهیم. راه دیگر راه اندازی عملیات های مشترک است. شما نقش روسیه را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید که روسیه طالبان را کمک کند تا در برابر داعش در منطقه مبارزه کنند؟ روسیه گفته است که دلیل مذاکرات آنان با طالبان این است که گویا طالبان با داعش میجنگد. این درست نیست. طالبان نه، بلکه نیروهای امنیتی افغان با داعش می جنگند. این نیروهای امنیتی افغانستان است که در برابر داعش می جنگد. ما با شرکای افغان خود کار می کنیم تا فشار را بر گروه های دهشت افغان حفظ کنیم. باور به این داریم که سال 2016 میلادی با حضور حدود 3000 داعشی در 12 ولسوالی جنوبی ولایت ننگرهار آغاز شد. حال باور به این داریم که حدود 600 داعشی در 2 یا 3 ولسوالی جنوبی ننگرهار حضور دارند. بنابراین شما شاهد موفقیت های نیروهای امنیتی افغانستان هستید و نیروهای ایالات متحده برای نیروهای افغان حمایت های جنگی را فراهم کرده است. میبینید که ما جنگ را به ساعات داعش برده ایم و موفقیت داشته ایم. هیچ تلاش هماهنگ وجود نداشته که گروه طالبان بر ضد داعش جنگیده باشد. مقام های امنیتی فرا گفتند که ایران طالبان را در این ولایت تجهیز و پشتیبانی می کند. آیا فکر می کنید که ایران طالبان را در فرا و دیگر ولایت های افغانستان کمک کند؟ قسمی که جنرال نیکلسون گفته است، روابط میان افغانستان و ایران بسیار زیاد پیچیده است. می دانیم که ایران با طالبان در تماس بودند. موقف ما این است که همه گروه ها در منطقه باید از روند صلح حکومت افغانستان حمایت کنند. هیچ رای حل نظامی برای پایان این منازعه وجود ندارد. این منازعه زمانی خاتمه خواهد یافت و صلح در افغانستان تامین خواهد شد که همه گروه ها در گفتگوهای صلح دخیل شوند و به صلح برسند. بنابراین باور بر این داریم که همه کشورهای منطقه باید از روند صلح حکومت افغانستان حمایت کنند. شما چقدر از همکاری و تلاش‌های پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی خوشنود هستید؟ با پاکستان از نزدیک کار کرده ایم. گفتگوها میان فرماندهان ایالات متحده و فرماندهان پاکستانی جریان دارد. واضح است که دهشت افغانی دشمن افغانستان و پاکستان است. دهشت افغان خوب و بد نداریم. آنان فقط دهشت افغان هستند و باید با شکست مواجه شوند. گفته های جنرال نیکلسون بسیار مهم است، زیرا وی باور دارد که افغانستان و پاکستان باید یک جا با همدیگر کار کنند تا بر ضد دشمن مشترکشان مبارزه کنند. دهشت افغانان در هر دو طرف سرحد حضور دارند. فقط یادآور میشم دوستان که مصاحبه اختصاصی سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو با جلال میرزاد همکار ما را در دو بخش داشتیم. بخش دومیش در نیم ساعت بعدی برنامه پشتو نشر میشه، فراموش نکنیم. دوستان، آیا داعش در افغانستان نابود خواهد شد؟ منبع اساسی گسترش فعالیت های داعش در افغانستان چی بوده میتونه؟ نظریات خود را زیر لینک همین ویدیو در فیسبوک های آشنا بنویسید و ما آن را در برنامه با ذکر نام خود شما لحظات بعد نشر خواهیم کرد. دوستان، بریتانیا نیز در کار وضع محدودیت در قسمت حمل آلات برقی از سوی برخی مسافرین عازم به این کشور با ایالات متحده ای امریکا پیوست.
مقامات بریتانیایی امروز اعلام کردند که آن کشور حمله وسایل الکترونیکی همراه، البته یعنی وقت با شما می باشد، بزرگتر از طول 16 سانتی متر و عرض 9.3 سانتی متر و ضخامت 1.5 سانتی متر در پروازهای از مبدأ ترکیه، لبنان، اردن، مصر، تونس و عربستان سعودی به مقصد آن کشور ممنوع خواهد کرد. مقامات آمریکایی هم اعلان کرده بودند که بر اساس تدابیر مسافرینی که از 10 میدان هوایی به شمول میدان‌های هوایی دبی، دوحا، استانبول، ابوظبی، ریاض، جده، قاهره، عمان، مراکش و کازابلانکا رهسپار ایالات متحده می‌شوند، اجازه حمل وسایل برقی بزرگتر از تلفن موبایل همچون لپتاپ، کامراها، تبلت‌ها، آیپد، دی وی دی پلیر ها و غیره را در داخل طیاره ها با خود نخواهند داشت، بلکه باید آنها را در داخل بکس های تحویلیشان جابجا کنند. دلیل این تدابیر موقت تهدیدات نامشخص امنیتی عنوان شده است. این محدودیت ها از تاریخ 25 مارچ به بعد وضع خواهند شد. شرکت هوانوردی الامارات نیز تایید کرده که با آنها نیز مثل بعض شرکت های هوانوردی دیگر از سوی مقامات آمریکایی خبر داده شده است. شرکت الامارات افزوده که محدودیت یاد شده از 25 ماه مارچ تا 14 ماه اکتبر ادامه داشته می‌تواند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در اوایل ماه جاری با نشر ویدیوی صریحا تهدید کرد که در چین حملات را راه اندازی خواهد کرد. تحلیلگران میگویند در حالی که چین در تلاش گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی، شرقی میانه و آفریقا است، اتباع این کشور در معرض تهدید بیشتر دهشت افغانی قرار میگیرند. محمد هاشم حبیب زاده همکار ما گزارش در این مورد دارد. در این ویدیو جنگجویان به نمایش گذاشته شده است که گروه داعش ادعا میکند ایغورهای اند که به نفع آن گروه در عراق میجنگند. آنان تهدید کردند که دوباره به کشورشان یعنی چین برگشته و به گفته آنان دریای خون را جاری سازند. تحلیلگران میگویند که داعش در عراق و سوریه شکست‌های جدی را متقبل شده و شایعه پراگنی یک بخشی از تلاش‌های این گروه برای مبارزه با این شکست‌ها است. رافائلو پنتوس، تحلیلگر مسائل سیاسی از انستیتوت پژوهشی رایل یونایتد سرویسز، میگوید که برگشت دهشت افغانان به کشورهایشان عاری از خطر نیست. اگر داعش توانایی این را دارد که بگوید به جنگ ادامه می‌دهد، گروه‌هایی از افرادی را در اختیار دارد که از اطراف جهان گرد آمده و در کنار آنان می‌جنگند و در نهایت به کشورهایشان برخواهند گشت و کارهای مهیبی را انجام خواهند داد. پس در این صورت این امر تصویری را به نمایش می‌گذارد که داعش می‌خواهد آن را نشان دهد. این ویدیو همچنان ادعاهایی را حمایت می‌کند که گویا بیجنگ در ولایت غربی شینجیانگ اویغورهای مسلمان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. پنتوس می‌گوید که چین تردد به این ساحه را شدیداً کنترل می کند و تایید انجام حملات در آن کاری است بسادشوار. حداقل دو حمله و چندین رویداد دیگر ممکن تا حال در آنجا اتفاق افتاده باشد. ما دیدیم که والی شینجیانگ شدیداً سرکوبی را راه اندازی کرده و حضور جدی نیروهای امنیتی در منطقه نیز به مشاهده رسیده است. و افزود که این همه نشان می‌دهد که چین در مورد مشکلات مرتبط با دهشت افغانی و افرادگرایی نگران بوده که صریحاً داعش در آن دخیل است. ماتیو دوشتل، تحلیلگر مسائل بین المللی، می‌گوید که دولت اسلامی ممکن یک دشمن مشترک باشد، اما میان چین و ائتلاف بین المللی جهان که در مقابل این گروه در جنگ است همکاری اندکی وجود دارد. چین از کشورهای غربی می خواهد تا از پالیسی های بیجنگ در شینجیانگ حمایت کنند. چین به این نظر است که تلاش های ضد دهشت افغانی بیجنگ در شینجیانگ از سوی کشورهای غربی حمایت نشده و اروپا نیز می گوید که در این خصوص شفافیت وجود ندارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در اوایل ماه جاری میزبان رهبران گروه های اقلیت در بیجنگ بود. اما گروه های حقوق بشر چین را به سرکوبی اویغورها در آن کشور متهم می کنند. در مقابل بیجنگ غرب را به درویی متهم می کند. داشته لفظود که چین دهشت افغانی، افرادگرایی و جدایی طلبی را در یک رده قرار داده است. محمد هاشم حبیب زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه می گوید دست کم 33 نفر در حمله هوایی که گمان می رود
توسط ائتلاف بر رهبری ایالات متحده بر یک مکتب در غرب شهر رقه انجام شده کشته شدند. گروه نظارتی سوری برای حقوق بشر گزارش داده است که این حمله هوایی صبح سه‌شنبه بیرون قریه المنصوره رخ داده و این مکتب سرپناه برای بیجو شدگان جنگ سوریه بود. فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده امروز به صدای آمریکا گفت که تاکنون برای اثبات ادعای گروه ناظر شواهد موجود نبوده، اما تحقیقات در مورد آغاز شده است. رخه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش است. تصرف این شهر هدف اصلی نیروهای مختلف در جنگ با تندروان است. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف کوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، کوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامعه. مقامات آمریکایی و کره جنوبی میگویند که آزمایش میزایل از سوی کره شمالی امروز به ناکامی انجامید. یک سخنگوی نظامی آمریکا گفته است که میزایل پرتاب شده از سوی کره شمالی چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شده است. مقام‌های نظامی کره جنوبی نیز گفتند که پرتاب ناموفق راکت را کشف کردند. کره شمالی حدود دو هفته پیش پیشرفت بزرگی را در برنامه انکشاف میزایل‌هایش اعلان کرده بود. تا هنوز روشن نیست که کره شمالی کدام نوع میزایل امروز پرتاب کرده که پرتاب آن ناکام باقی ماند. ناتو در اوایل سال جاری برای اطمینان بخشیدن به جمهوریت‌های شوروی سابق علیه نفوذ روسیه امروز نیروهای اضافی به بالتیک فرستاد که تهدید کننده خوانده شده است. اکنون لیتوانیا قصد دارد یک حصار مرزی را در امتداد کالینینگراد شهر استراتژیک روسیه اعمار کند، جایی که در آن روس‌ها دیدگاه‌های متفاوت در مورد حضور اعضای ناتو در لیتوانیا و پولند دارد. یک گروه نبرد ناتو تحت رهبری آلمان در لیتوانیا مانورهای نظامی را به خاطر بازدید مقامات اروپایی انجام داد. پس از الحاق کریمیا به روسیه، ناتو در یک حرکت دفاعی برای جلوگیری از تجاوز احتمالی روسیه، نیروهای نظامی را به استونیا، لیتوانیا و پولند ارسال داشت. ما از نروژ، بلژیم و هلند هستیم. همه ما یک تمرین و آموزش خیلی دشوار را به سر رساندیم. بنابراین ما آن را انجام دادیم و ما برای جلوگیری و برای دفاع از لیتوانیا آماده شدیم. روسیه این حرکت را به عنوان تهدید امنیت خود توصیف کرده است و قصد دارد که یک تمرین نظامی بزرگ را در ماه سپتامبر در کشور همسایه بلاروس انجام دهد. تمرینات نظامی روسیه و افزایش سر و صدا در حریم هوایی ناتو باعث افزایش نگرانی ها در میان کشورهای بالتیک شده است که بیشتر متکی به پالیسی ناتو در امور دفاعی اند. تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که اعضای ناتو برای دفاع از خود بیشتر بپردازند از سوی کشورهای بالتیک استقبال شد، اما در اینجا نگرانی وجود دارد که فشار ترامپ روی روابط بهتر ایالات متحده با روسیه منافع آنها را قربانی نسازد. ما امیدواریم که همچون روابط زمینه جدید را برای نفوذ ایجاد نکند و البته طوری که ما میدانیم آنها نباید برعکس و خلاف قوانین بین المللی عمل کنند. لیتوانیا در سال جاری اقداماتی را که شامل ایجاد یک حصار در امتداد مرزهای باز آن کشور با کالینینگراد روسیه است، روی دست گرفته است. خب، من میگویم که ما باید برای بدترین حالات آماده باشیم. تحریکات میتواند رخ دهد و ما شاهد یک حادثه در مرز استونیایی بودیم، جایی که در آن صرف یک افسر ربوده شده بود. کالینینگراد روسیه که در میان لیتوانیا و پولند قرار گرفته یک پایگاه استراتژیک است. کشتی های جنگی بالتیک و میزایل های بالستیک در آن جا گرفته که برخی از ساکنان آن نگرانند. لیلا ماهبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده میگوید اداره‌اش مهاجرین بدون سند را در موقعیت های حساس همچون کلیساها توقیف نخواهد کرد. تبصره‌ی او هفته قبل در حال ارائه شد که جماعت‌های مذهبی کلیساها در سراسر ایالات متحده یک جنبش مردمی را برای مخالفت با پالیسی‌های مهاجرت اداره دونالد ترامپ تشدید بخشیده و برای مهاجرین غیرقانونی که با تهدید رد مرز فوری مواجهند سرپناه مهیا می‌کنند. بیش از 800 کلیسا و برخی کنیسه‌ها
خود را پناهگاه اعلام کردند و تدابیر دیگری را برای توقف اخراج مهاجرینی که غیر قانونی در ایالات متحده اند اتخاذ میکنند. بل راجرز خبرنگار صدای آمریکا از یک کلیسا در قلب اجتماع مهاجرین واشنگتن دیدن کرده است. یک شنبه در کلیسای موسوم به آل سولز یونیتریان در واشنگتن دی سی، مردم از محله نزدیک و سایر نقاط شهر به اینجا می آیند تا در سرود نیایش، مناسک روحانی و نیز همبستگی با سیاست‌های ترقی خواهانه کلیسا سهمی داشته باشند. رابرت هاردایز، کشیش کلیسای آل سولز، با حمایت جماعت متدین آن، این کلیسا را پناهگاه امن اعلام کرده است. این مهاجرین در محله ما همسایگان ما هستند. آنان اعضای خانواده ما هستند. آنان همکاران ما هستند. آنان دوستان ما هستند. پس ما می خواهیم در کنار این مردمی که با ما قریباً استادگی کنیم. کلیسای آل سولز در سالهای 1980 برای اتباعی کشورهای امریکای لاتین که از جنگ در منطقه ایشان فراری می شدند، یک پناهگاه امن به شمار می رفت. امروز اینجا بخشی از یک شبکه وسیع به سطح ایالات متحده در مخالفت با پالیسی‌های مهاجرتی ترامپ است. کشیش دواین رویستر، مسئول سیاسی بنیاد اجتماعی مذهبی پیکو، میگوید که رسم تهیه پناهگاه‌های امن برای مهاجرین تاریخچه دیری ندارد. این بخشی از بافت جامعه آمریکایی است. وقتی ما حس کنیم که با مردم غیر عادلانه رفتار می‌شود، اجتماعات متدین راه را برای محافظت آن مردم جستجو کرده، به آنان پناه داده و برایشان امید می‌دهد. تا کنون شمار اندکی از مهاجرین شناسایی شدند که در کلیساهای سراسر ایالات متحده پناه گرفتند و در کلیسای آل سولز تا حال کسی پناه نگرفته، اما جمعیت‌های مذهبی آماده کمکند. ما مشغول این کاریم که معلوم کنیم چگونه نیرو و ظرفیت‌های خود را انسجام بخشیم تا جهان را جای بهتری بسازیم، جهانی که ما آرزویش را داریم، جهانی که در آن زیست داریم. رضاکاران به همین منظور در ورکشاپ‌های دایر شده در کلیسای آل سولز اشتراک کردند و آموختند که چگونه مهاجرین بی سند را کمک کنند تا توقیف و رد مرز نشوند. اما حامیان رئیس جمهور ترامپ پیام متفاوتی دارند. آنان از حکومت ترامپ می‌خواهند که اخراج مهاجرین بی سند از ایالات متحده را شدت ببخشد. مردم باید درک کنند که ما یک کشور دارای قوانین هستیم و بدون قوانین هرج و مرج خواهد بود. فیلحال وزارت امنیت داخلی ایالات متحده با پیروی از طرزالعمل‌های دیرینه مأمورین خود را از داخل شدن به کلیساها، مکاتب یا شفاخانه‌ها منع می‌کند. کشیش رابرت هاردایز و جماعت کلیسای مربوطه‌اش امیدوارند که این پالیسی تغییر نکند. احمد فؤاد لامی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. دوستا، در بخش اول برنامه از شما خواسته بودیم تا در مورد مبارزه با داعش در افغانستان و منبع اساسی گسترش این گروه در افغانستان نظریات خود را زیر لینک همین ویدیو در فیسبوک های آشنا بنویسید و ما آن را وعده کرده بودیم که در برنامه با ذکر نام خود شما نشر میکنیم. همکارم جیلان ناصری نظریات شما را امروز مرور کرده و اکنون در استودیو با ماست. جیلان جان، در این مورد دوستا چه تبصره‌ای داشتند؟ سیاد جان سلام خدمت شما و بیننده عزیز، بخصوص دوستایی که همکنون برنامه را به طور زنده تماشا میکردن از فیسبوک. باز هم نظرات زیاده در ارتباط با گزارش‌های خبری برنامه ما دریافت کردیم و برخی از بیننده‌های ما در مورد موضوعی که شما پرسیدین نظرات مختلف را داشتن. از جمله طالب مظفری نوشته کرده که داعش بهانه است و این بهانه از سوی کسانی است که برای تخریب و نفوذ به سیاستگزاران یک منطقه با وجود آورده میشه و اکنون در افغانستان حضور دارند. بیننده دیگه ما به نام سید قاسم نوشته کرده که داعش تهدید بزرگ در افغانستان نیست، در صورتی که دولت افغانستان و جامعه جهانی در پیکار آن قاطعانه عمل نمایند، داعش از منطقه محو خواهد شد. و بیننده دیگه ما به نام رحمت الله موسی‌زاده نوشته کرده که در افغانستان داعش نابود نخواهد شد، چون سربازگیری های داعش از دانشگاه ها میباشد. و تشکر از حضرت سال دوستا که در صفحه فیسبوک با تماشای گزارش تلویزیون آشنا با ما شریک ساختین. با امید از اینکه باز هم فردا بیننده پخش زنده برنامه ما در فیسبوک باشین. سیاد جان سپاس از شما و از دوستان. بقیه روز خوش. تلویزیون آشنا در یوتیوب در وقت دلخواه شما. اگر می خواهید از آن چه که دنبال نکرده اید آگاه شوید و اگر می خواهید از مطالب با خبر شوید که بستگی مستقیم به محیط زندگیتان دارد، به صفحه تلویزیون آشنا در یوتیوب مراجعه کنید. با معلومات تازه و جالب فقط یک کلیک فاصله خواهید داشت. بخش دری برنامه ما در همینجا به پایان میرسه، اما در نیم ساعت بعدی همکارم سید سلیمان آشنا با تازه ترین ها از جهان و افغانستان با شما خواهد بود. تا برنامه فردا، خدا نگهدار شما.
تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. و دولو چارو که در امریکا غک در ارزختون و غروالی ارائه اخبار مؤثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. در امریکا غک آشنا تلویزیون خبری سرچکی.